مدت میتونیم شاهد این باشیم که قیمت حتی تا این محدوده مقاومتی سنگین سطح 34 دلار خودش هم باشه. درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه تحلیل دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با تحلیل ارز متیس در تایم روزانه. این ارز پتانسیل رشد بالایی رو در بلند مدت داره و حتما زیر نظر داشته باشیدش. ارز متیس بعد از این روند سودی خیلی خوبی که داشته، میبینیم که خیلی فشرده اومده و رسیده به این محدوده حمایتی تایم روزانه خودش و میبینیم که واکنش مناسبی هم به این محدوده داشته و باید منتظر این باشیم که ببینیم آیا قیمت توی این محدوده حمایتی که میشه ناحیه حدوداً 16 دلار، در صورتی که قیمت به ما تریگر ورود بده، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از این محدوده حمایتی یک روند سودی مناسبی رو آغاز کنه. و با توجه به این نقدینگی که قیمت اینجا ایجاد کرده، حتی میتونیم شاهد این باشیم که قیمت بیاد نقدینگی این سطح رو جمع کنه و حتی تا این کف حمایتی این ناحیه هم ما شاهد ریزش قیمت باشیم و تو این محدوده حمایتی که بوده میشه ناحیه 14 تا 15 دلار، ما میتونیم شاهد برگشت قیمت از این محدوده حمایتی باشیم. به هر حال قیمت یک کف حمایتی خیلی خوبی داره و قبل از اونم نقدینگی ایجاد کرده و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت حتی با یه شادو بیاد این نقدینگی رو جمع کنه و بعدش برگرده بالا و به ما تریگر ورود بده و میتونیم شاهد این باشیم که قیمت از این محدوده روند صعودی خودش رو آغاز کنه. در این اصلاح و ریزشی که قیمت داشته، قیمت در یک کانال و یا یک الگوی کلاسیکی قرار گرفته و میبینیم که در حال فشرده شدنه و در صورتی که قیمت بتونه رو به بالا از این محدوده مقاومتی خارج بشه، میتونیم شاهد این باشیم که قیمت یک روند صعودی مناسبی رو در میان مدت و بلند مدت آغاز کنه و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت با توجه به این نقدینگی خیلی زیادی که توی این سطوح ایجاد کرده، میتونیم شاهد این باشیم که قیمت حتی تا این محدوده مقاومتی هم در کوتاه مدت و میان مدت رشد داشته باشه که میشه محدوده مقاومتی حدوداً سطح 30 دلار. و در صورتی قیمت موفق باشه وارد یک روند صعودی بشه، میتونیم شاهد این باشیم که قیمت حتی تا این محدوده 30 دلار هم رشد داشته باشه و در تایم روزانه و کوتاه مدت میتونیم شاهد این باشیم که قیمت حتی تا این محدوده مقاومتی سنگین سطح 34 دلار خودش هم رشد داشته باشه و در صورت شکست این سطح میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت تا محدوده مقاومتی مهم تایم روزانه خودش هم قیمت رشد داشته باشه که میشه محدوده حدوداً 43 دلار. به هر حال قیمت یک روند صعودی خیلی خوبی داشته و بعدش میبینیم که خیلی فشرده در حال اصلاح نزولی بوده و میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از شکست این خط روند نزولی قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده و همچنین قیمت دو محدوده حمایتی بسیار مهم هم توی این سطوح داره و حتی اگر ریزش بیشتری هم داشته باشه، ما میتونیم شاهد این باشیم که قیمت بالاخره از این محدوده حمایتی یک روند صعودی مناسبی رو آغاز کنه. حتما این ارز رو زیر نظر داشته باشید و در صورتی که توی این محدوده به ما تریگر ورود داد، میتونیم حتی از این سطح هم وارد پوزیشن بای و یا حتی خرید بشیم و در صورتی که خیلی ریسک گریزیم و میخوایم به صورت امن وارد بشیم، باید منتظر باشیم که قیمت حتما این خط روند نزولی خودش رو بشکنه و بعد از شکست میتونیم در اصلاح و پول بک هایی که به ما میده وارد بشیم. پس حتما این ارز رو زیر نظر داشته باشین و گزینه مناسبی برای سبد هولد بلند مدت ما میتونه این ارز باشه. دوستان با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اگه ارزی هم مد نظرتونه به ما بگین که براتون تحلیل کنیم. پرسود باشین دوستان و خداحافظ شما.